سلام و درود من بر شما و امیدوار هستم که به خاطر داشته باشید که من در چه زمینه هایی دارم صحبت می کنم اصلا چرا آغاز این برنامه ها بود چرا بحث امروز و فردا بود به هر معنا برای این که دنباله صحبتم رو بتونم به نوعی در یک قالب قرار بدم که اون هم در قالب همون نامی که این برنامه داره امروز و فردای ایران ناگزیر هستم که از پایه ترین مسائل شروع بکنم. ما به هر حال وقتی که بر میخوریم به هر برنامه ریزی که برای یک جامعه، برای یک مملکتمون می‌خوایم انجام بدیم، برای خونمون می‌خوایم انجام بدیم، باید ببینیم که چند نفریم، تو خونمون چه تعداد آدمی با چه خصوصیاتی هستند، توی اون دهمون شهرمون کشورمون چه آدم های هستن اینها چیکار کار میکنن چه نگاه دارند دارن چه نیازهایی دارند دارن برای چی ما اصلا میخوایم برنامه ریزی بکنیم این مسئله به نظر من اساسی ترین بحثیه که توی هر جامعه باید به وجود بیاد به همین دلیله که آمار شکل میگیره آمار جمعیت شکل میگیره اون کسانی مثل من هم که بیشتر تخصصی رو مسئله جمعیت نگاه میکنند بیشتر این بحث رو سعی می کنند که به جامعه بقبولونن که بگن پایه هر علمی جمعیته هر کاری شما بخواید بکنید ناگزیر هستید که با مسئله جمعیت شروع بکنید و به این معنا کسانی که مثل من به هر حال کار جمعیتی هم بیشتر انجام میدن دلمون میخواد که به جامعه بگیم که هر کار علمی هم که میخواد انجام بشه پایش جمعیته با این پایه جمعیتی ما وارد جامعه میشیم خب این پایه جمعیتی میتونه که با آمار جمعیت که از طرف هر دستگاهی داده میشه که این دستگاه به حال برنامه ریزی اون کشور رو در اختیار داره دچار مشکلاتی هم باشه معمولا در جوامعی که ما هستیم در جوامع در حال توسعه یا جو، جوامع کمتر توسعه یافته و عقب افتاده همیشه بدون هیچ گونه شکی آمار سیاسی است نمونه های بسیاری رو ما در این زمینه داریم آمارهای سیاسی به مملکت خودمون برگردیم بتونیم بحثمون رو در یک چارچوب مشخصتری ارائه بکنیم در همین کشور خودمون در صد سال پیش به این طرف به هر حال آمارهایی که به دست آمده از اولین سرشماری که در سال 1314 انجام شده مکتوب نیست خیلی به سرشماری مکتوب اولیه 1318 دوران رضاشاه نگاه بکنیم باز در تعدادی از شهرها انجام شده اولین سرشماری رسمی در 1135 انجام شده به این ترتیب تا رسیدیم به آخرین سرشماری که در سال 90 انجام شده خب منظور من از گفتن این حرف چیه؟ منظور من اینه که به شما بگم که این جمعیتی که از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده که مسئول جمعیت کشوره و من بسیار بسیار ارزش و احترام دارم برای کارشناسایی که در اونجا کار میکنن و دیگر کارشناسای مستقلی که تو جامعه ما هستن و همیشه میتونستن که هدف مشخصی رو برای صداقت در آمار مطرح بکنن باز شده ولی ما شاهد این هستیم که آمار به خصوص تو همین دوره سه دهه گذشته آماری که بیرون میاد چه جمعیتی باشه چه در هر زمینه دیگه این الزامن نه تنها زمان نظر مرکز آمار ایران نیست که میتونه که در نهایت بحث سیاسی حاکم پسند باشه بلکه دستگاه های دیگری هم هستند که در این زمینه میتونن که اظهار نظر بکنن و مخشوش بکنن پایه های هر حرکت علمی که در مملکت میخواد به وجود بیاد و اینجاست که ما با مشکل مواجه میشیم موارد بسیار زیادی رو تو این زمینه میشه مثال زد ولی من این یا الان نمیخوام بشم در زمانهای بعد میشه که در هر مرحله در این مورد اشاراتی رو داشت ولی امروز وقتی که نگاه میکنیم که آمارهای جمعیتی بیرون میاد این آمارهای جمعیتی چه از بد و آغازش که الان مسائلی رو مطرح میکنن که میگن در جنگ بیرون اول تعداد بیشماری از ایرانی ها کشته شدن و آمار شیش وقت بیرون نیمده این به اثبات برسه یا به اثبات نرسه امروز از در رسمی توی جامعه ایران این به اثبات نرسیده ولی در خارج از ایران این بحث مطرح شده کتاب هایی نوشته شده در مورد قحطیها ها در مورد مسائل مختلفی که وجود داشته ولی امروز باز برمیگردیم این جمعیت رو نگاه بهش میکنیم جمعیتی که در دوران قبل از انقلاب تلاش گسترده ای برای این شد که من هم یکی از مسئولین اجرای طرح رشد جمعیت در مرکز آمار ایران سازمان برنامه با همکاری وزارت بهداری در ایران و پروژه اصلی که در اختیار سازمان ملل متحد بود سه سال و نیم این کار رو انجام دادیم تلاش ما بر این بود که بتونیم که رشد جمعیت رو پایین بیاریم به همین دلیل از رشد نزدیک به سه به رشد حدود دو رسیدیم که هدف این بود برای یک جمعیت کمتر امکان بررسی بیشتر رفاه بیشتر امکانات بیشتر به وجود بیاد اول انقلاب شد و آقای خمینی به ایران آمدند بلافاصله اولین کاری که کردن این بود که بخوان جلوی پروژه رشد جمعیت رو بگیرن این پروژه دیگه انجام نشه دلیلشون این بود که اسلام به سرباز نیاز داره و نباید که موانعی رو که برای جمعیت روش جمعیت بسیار تکنیکی در از طریق وزارت بهداری غیره و غیره انجام میشد رو جرش رو بگیرم و دیگه انجام نشه خب در همون مرحله به کجا رسیدیم ما دوران نخست وزیری آقای موسوی بود در ده ساله اول انقلاب اولین سرشماری که بعد از سرشماری پنجا پنج انجام شد رشد جمعیت ایران به نزدیک چهار رسید با وجودی که باز هم نمیتونیم بگیم که حتما این اعداد و ارقامی که میدادن درست بود ولی همونی که میدادن به نظر من وقتی مورد محاسبه قرار گرفت دیدیم که رشد جمعیت به نزدیک چهار رسیده و آقای موسوی من یادم هست که آمدن توی رادیو تلویزیون اعلام کردن که با خوشحالی باید اعلام بکنیم که ما یکی از بزرگترین رشد جمعیت های جهان رو داریم معنی این چی بود؟ معنی این این بود که فقط آقای خمینی راضی بشه فلسفه ده، ده، سرباز اسلام بیشتر بشه بچه های دم توپ بیشتر بشن هر چی کشته میشن باز جایگزین بشه در حالی که این دقیقا مقایر با فلسفه رشد جمعیت در کشورهای پیشرفته دنیا بود در کشورهای پیشرفته دنیا اگر یک بچه میخواد به وجود بیاد این بچه رو باید که برنامه ریزی واسش بکنن از نظر تغذیه از نظر وضعیت مادر از نظر امکانات اقتصادی خانواده از نظر مدرسه از نظر دانشگاه و ورود به بازار کار و ببینن که این وقتی که میخواد به دانشگاه بره چه رشته های تخصصی مورد نیاز جامعه است در اون مرحله دنبال بکنن و اون رو هدایت بکنن به اون طرف ما دیدیم که هیچ کدوم اینها انجام نشد فقط برای اینکه یکی از نیازهای جامعه ایران این بود که مردم میخواستن به دانشگاه برن به دلیل فرهنگ اجتماعی خاصی که در جامعه ایران حاکم بود هی اینها آمدن مدرسه عالی و دانشگاه درست کردن هی فارغ و تحصیل بیرون دادن هی این فارغ و تحصیل ها وارد بازار کار بشن و با مشکلات عدیده مواجه شدن به این معنا من فکر میکنم که بحث آمار و آمار جمعیت پایه‌ای ترین مسئله است که توی هر جامعه‌ای میتونه به وجود بیاد و اگر درست نباشه میتونه مشکلاتی رو به همراه داشته باشه این مشکلات امروز گریبان ما رو گرفته بعد از اینکه جمهوری اسلامی مواجه شد با اینکه این, این رشد جمعیت بسیار بسیار بالا یعنی دو برابر شدن رشد جمعیت در طی یک مدت کوتاه میتونه که چه مسائلی رو برای جامعه به وجود بیاره رسیدن به اینجایی که باید که جلوی رشد جمعیت رو بگیرن و جمعیت اون ازدیادش رو از دست بده رو به کاهش بره تا بتونن که برای این جمعیت برنامه ریزی بکنن و امکان به وجود بیارن این دوره گذشت رسیدیم به همین دوره اخیر به دوره اخیری که در سال گذشته اولین مرحله آقای احمدی نژاد که رسید به اینجایی که این جمعیت باید که افسایش پیدا بکنه برای هر بچه یک میلیون تومن میدن که هیچ وقت به نتیجه نرسید مرحله بعد دستور آقای خامنه ای بود که باید بتونن که این جمعیت 70 80 میلیونی امروز رو به جمعیت 150 تا 200 میلیونی آینده برسونند در حالتی که امکان همین بررسی جمع رسیدن رو رفاه این جمعیت هیچ وقت وجود نداشت همه شما رو به خدای ایران می سپارم و تا برنامه بعد